آتنا دائمی فعال حقوق بشر و جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی هر دو از کانادا با ما هستند. خانم دائمی، چطور می‌بینید واکنش‌ها رو به آزادی او؟ می‌بینیم که دو تا طیف واکنش کاملا متفاوت رو داریم می‌بینیم. خب بله، اول اینکه سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان محترمتون. خب در رابطه با آزادی خانم فائزه هاشمی، من برخلاف اون ادعایی که فکر می‌کنن که ایشون توبه‌نامه نوشتن و مزدشون رو دریافت کردن، من فکر می‌کنم که خب به هر حال این یک کار سازماندهی شده و هدفمند بوده، از قبل برنامه‌ریزی شده بوده، نه برای آزادی ایشون بلکه برای شکستن مقاومت در زندان و برای تخریب مبارزه زندانیان و برای اینکه بخوان یک گزینه اصلاحات رو روی میز بذارن و این پیام رو به مردم منتقل بکنن که تمام مبارزین و تمام فعالان که علیه جمهوری اسلامی دارن فعالیت میکنن همه دیکتاتورهای حقیری هستن، تبلهای توخالی هستن و ما هیچ چاره‌ای نداریم جز اینکه بریم سراغ اصلاحات و اصلاحات ساختاری. این چیزی هستش که در نامه‌شون استفاده کردن. در نتیجه من فکر نمی‌کنم که این نامه با هدف آزادی ایشون بوده باشه یا به نوعی توبه نامه بوده باشه، بلکه من فکر می‌کنم که خیلی فراتر از اینها و در واقع از اونجایی که در بعد از خیزش زن زندگی، خصوصا بعد از خیزش زن زندگی آزادی، بند زنان زندان اروین تبدیل به خط مقدم مبارزه مردم ایران شده، کانون مقاومت مردم ایران شده و تونسته صدای اعتراض مردم رو بلندتر بکنه با وجود اینکه این زندانیان در زندان هستن، این نامه قصدش این بوده که این مبارزات رو، این مقاومت ها رو تخریب بکنه و فقط و فقط گزینه اصلاحات رو برای مردم روی میز بگذاره. آقای برزگر، نظرها در مورد خانم هاشمی خیلی متفاوت هست. یعنی در خلأ آدم اگر نگاه بکنه، اگر او فامیلی هاشمی رو یدک نمی کشید، بعضی از کارهایی که او کرده در این سالهای گذشته ممکنه خیلی ها بگن شجاعانه بوده، از جمله مثلا حمایتی که از زندانیان بهایی در گذشته کرده یا بعضی از اظهاراتی که در مورد مقامات جمهوری اسلامی کرده، ولی همیشه یک دید تردیدی به او هست، به عمل کردش، به خاطر اینکه کمتر در مورد پدرش انتقاد میکنه اگر اصلا انتقادی بکنه. و الان هم خب خیلی ها دارن میگن که با حکومت عملا به سازش رفته. بله، با سلام به شما خانم دائمی و بینندگان. بله ببینید، خب همونطوری گفتید آقای فرزاد، واقعیت این هست که خب ما در جهان واقعیت ها زندگی میکنیم، در خلأ زندگی نمیکنیم. یعنی شما نمیتونید در نظر بگیرید کسی که داره این صحبت ها رو میکنه چه کسی است، چه پیشینه ای داره، کارنامه خودش چیست، آیا اگر داره دیگران رو نقد میکنه خودش مرتکب این اعمال در گذشته یا حتی در حال حاضر شده یا نه. بنابراین کاملا طبیعی است که در مورد خانم فائزه هاشمی رفسنجانی رابطه او با پدرش و حضورش در دستگاه قدرت در جمهوری اسلامی مورد توجه و یا اشاره قرار بگیره. البته تردیدی نیست که خانم هاشمی رفسنجانی در مقایسه با اون طیف طالبانی که در جمهوری اسلامی وجود دارن قطعا خب به مراتب از اونها جلوتر هست، موازی رو به هر حال در شرایط مختلف گرفته که از همه طیف های حتی جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی هم شنیده نمی شده. منتها خب اینها یک در واقع تفاوت های در مجموع جزئی است، برای اینکه وقتی که بحث به اون خونه آخر میرسه، وقتی که اون آخرین مرحله مورد توجه قرار میگیره، یعنی گذار از جمهوری اسلامی، میبینیم که در واقع اصلاح طلبان در کنار طیف دیگر، حالا هر اسمی میخوان داشته باشند، اصولگرا، نمیدونم محافظه‌کار، ولایتی یا هر آنچه اسمی که در واقع خودشون برای خودشون تعیین میکنن مثل اصلاح طلبان، در نهایت اینها شاخه های متفاوت یک تنه و یک ریشه هستن. میدونن که در واقع از نگاه مردمی که از سال 96 شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا رو سر دادن، گذار از جمهوری اسلامی به معنای گذار از کلیت و تمامیت این نیروها و صفبندی هاست. یعنی برای اکثریت مردم تفاوتی نمی کنه که امروز کسی مثلا در جناح اصلاح طلب حکومتی باشه یا در جناح رقیبش باشه. شما این رو به روشنی در جریان رأی‌گیری اخیر در بعد از در واقع کشته شدن رئیسی برای تعیین رئیس جدید دولت در جمهوری اسلامی هم به عینه مشاهده کردید که برای مردم تفاوتی نداشت و اکثریت در واقع اون انتخابات رو تحریم کرد. در همون جنبش براندازی هم آقای برزگر، فکر نمی کنید که نیاز وجود داره به کسانی که بالاخره
ممکنه نزدیک به بدنه حاکمیت بوده یا هستن، اما شانس این رو هم دارن که نقش کاتالیزور رو بازی بکنن. شاید رویکردشون عوض شده از حکومت، یا باید همه اونهایی که در حکومت بودند و هستند رو رد کرد. ببینید این نکته بسیار بسیار مهمی است. هم تجارب تاریخی در بسیاری از کشورها و هم در واقع نظریات طیف گسترده‌ای از نظریه پردازان معطوف به این هست که اگر به هر حال بخشی عمده و قابل توجه در درون در واقع قدرت متمایل نشن یا نزدیک نشن به مخالفان یا بالعکس، یعنی اگر این قرابت پیش نیاد، گذار از اون قد حکومت دشوار خواهد بود. این بحث درستی است، اما ببینید اصلاح طلبان هستن که تغییر موضع دادن. اونها حرکت نکردن به سمت مخالفان، اونها حرکت کردن به سمت دیکتاتور، حرکت کردن به سمت هستی مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی. و همونطور که اشاره شد، ببینید این یک فرایند دامنه‌دار هست که ما اوجش رو در انتخاب پزشکیان دیدیم. کسی که اومد و صحبت از این کرد بعد از دو دهه که دیگه اصولگرایان هم این شعارها رو هر مطرح نمی‌کردن، اومد شعار ذوب در ولایت رو این بار از زبان اصلاح طلبان مطرح کرد. شما ببینید حتی حاضر نیستن نام میرحسین موسوی رو به اون شکل توهین‌آمیز یاد میکنن، کسانی که با در واقع با اتکا به اونها میخواستن در جامعه پایگاه مدنی داشته باشن. میبینید شما اگر نگاه بکنید از خود پزشکیان تا محمد خاتمی یا کسی به طور مشخص عباس عبدی که حتی خاتمی رو در این زمینه مورد نقد قرار میده، اینها به طور کامل در واقع در یک حرکت کاملا هماهنگ، در واقع انگار که مثل آدمهای بدکاره ای که حکومت بر سر اونها آب پاکی آب توبه ریخته و در مقابل به اونها اجازه داده که در مدار قدرت باقی بمونن. در چنین شرایطی است که نامی فائزی هاشمی رفسنجانی معانی خیلی فراتر از رفتارهای شخصی یا انتقادهای شخصی عده‌ای که در یک فضای تنگ زیر فشار مشترک زندانمان‌ها، هرچند در واقع با خانم ایرایی مشخص شد که خانم رفسنجانی به هر حال در همون جا هم شهروند درجه یک بودن و تبعیضی هم اگر وجود داشته به سود اونها بوده. به هر حال آنچه که اتفاق افتاده این است، در واقع فائز هاشمی به یک برخورد فردی یا حتی ایدئولوژی نکرده، برخوردی است که در چارچوب کلی حرکت جمهوری اسلامی و دستگاه‌های امنیتیش صورت می‌گیره. همانطور که امروز همه اصولگراهان به رسانه‌های اونها، سپاه پاسداران، از پزشکیان حمایت می‌کنن، شما دیدید که رفتارشون با نامه خانم فائزه رفسنجانی هم دقیقاً همین بود. از قوه قضایی خبرگزاری، قوه قضایی که این نامه رو منتشر کردن، تا رسانه های سپاه پاسداران، تا چهره های اصلاح طلب، همه یک سمت و یک سو از او حمایت کردن و علیه زندانیان سیاسی در زندان اوین در واقع موضع گیری کردن. خانم دائمی، با این توصیفی که آقای برزگر از وضعیت اصلاح طلبان کرد که فکر میکنم بسیاری هم احتمالاً باش موافق هستن، چطور هستش که باز هم یک نفر مثل پزشکیان در انتخابات شرکت میکنه و بالاخره علی‌رغم مشارکت پایین و حالا هر ایراداتی که در انتخابات ایران هست، یک توفیق نسبی داره و پیروز هم میشه؟ چه هست که همچنان بخشی از ایرانیان بین اون گزینه به قول خیلی ها بد و بدتر سراغ بد میرن؟ ببین، ناامیدی در واقع از آینده هست که مردم رو به این سمت سوق میده که در چنین شرایطی وقتی که یک خیزش بزرگی شکل میگیره، نارضایتی ها خیلی زیاده، مردم به خیابون ها اومدن، قیام کردن و این همه اعتراضات شکل گرفت در تمام شهرهای ایران، و وقتی میبینن که اون نتیجه‌ای که میخواستن رو نتونستن داشته باشن، به اون مطالباتی که میخواستن نتونستن برسن و سرکوب ها و اعمال فشارها هم زیاد میشه، اتفاقا حکومت هم همیشه در اینجور مواقع این گزینه ها رو میکنه و یه جاهایی میاد که مثلا با یک مقدار چهره ملایم گرفتن سعی میکنه که مردم رو فریب بده و مثلا گزینه مثل پزشکیان رو میارن روی میز که مردم رو این شکلی فریب بدن که این دفعه دیگه متفاوته، فرق داره که کی در قدرت باشه، ایشون اگر باشه به نفع مردمه. و با این چیزایی که در واقع در تمام این چند سال اخیر ما شاهد بودیم که هر زمان که جمهوری اسلامی به بحران میخوره، اصلاح طلبان رو ازشون استفاده میکنه برای مهره هایی که بیان در واقع مردم رو فریب بدن و مردم رو آروم نگه دارن، و به این ترتیب اینها هم با شعارهایی که میدن توی رسانه ها هم پول دارن، هم قدرت دارن، هم رسانه دارن، همه چیز در اختیارشون هست. مثلا همین خانم هاشمی رفسنجانی که نامشون رو دیدیم دیگه، چطور بازتاب داشت و چطور بهش پرداختن. خب اینا از همین ابزارهایی که دارن استفاده میکنن برای فریب مردم، و خب از طرفی هم مردمی که نگران آینده هستن بین بد و بدتر مثل گذشته انتخاب میکنن که حداقل شاید اگر پزشکیان باشه و ازشون
بهتر باشه، که اونم دیدیم درصد مشارکت مردم در همین انتخابات اخیر هم واقعا با دوره‌های قبلی چقدر متفاوت بود. دوره اول که اصلا خیلی افتضاح بود برای جمهوری اسلامی، و دوره دوم هم باز هم با این گفتمانی که ایجاد کردن بد و بدتر، اگر که پزشکیان نباشه جلیلی میاد، و با این حرفا تونستن بخشی از مردم رو بکشونن پای صندوق‌های رای، و با البته با وعده وعیدها. آقای برزگر، یکی از دلایلی که این سوال از خانم دامی پرسیدم اینه که میخوام ببینم از رویکرد عملگرایانه اصلا برای خود اصلاح طلبان این وضعیت بین زمین و هوا که هم تا اندازه حکومت ازشون ناراضیه، هم تا اندازه زیادی رای دهنده متوسط ایرانی ازشون ناراضیه، آیا داره واسه شون کار میکنه، واسه شون جواب میده، یا داره در طولانی مدت به ضررشون ختم میشه؟ ببینید آقای فرازاد، این رویکردی که شما ازش صحبت میکنید و درست هم هست در گذشته، ولی وجود داشت. یعنی از زمانی که در واقع از همون دوم خردادی که به قدرت رسیدن این وضعیت رو داشتن، اما این رویکرد آخرین نفسهاش رو در انتخابات پیشین مجلس شورای اسلامی کشید، زمانی که محمد خاتمی اومد و برای اولین بار در واقع کسی که پنهانی میرفت در دماوند رأی میداد، این بار اومد و به صراحت اعلام کرد که رأی نمیده. حتی در این مورد صحبت کرد که قبل از انتخابات در واقع تایید صلاحیت پزشکیان، که اگر نامزدی از ما نباشه ما در انتخابات شرکت نمی‌کنیم. منتها در فاصله انتخابات مجلس ها، انتخابات یعنی کشته شدن رئیسی و بعد انتخابات تعیین جانشین او، ظاهرا یک تصمیم کلی و یک در واقع صورت گرفته با توافق شخص علی خامنه‌ای، هسته‌ای مرکزی قدرت و در واقع اصلاح طلبان. یعنی اصلاح طلبان اون وضعیت معلق رو ازش خارج شدن به سود اما حکومت، یعنی رفتن در اون جایگاه قرار گرفتن. شما می‌بینید بسیاری از چهره‌هایی که در همون دوران دوم خرداد تا الان به عنوان چهره‌های اصلاح طلب شناخته می‌شدن، امروز سمت دارن در نهاد ریاست جمهوری، در وزارتخانه‌ها برگشتن، مشغول کار شدن، خیلی هم مشکلی ندارن. بحثشون هم همینه که در واقع با همون زبان در واقع لاتی و لومپنی، که واقعا باعث تأسفه که یک پزشک متخصص نحوی حرف زدنش مثل فردیست که حتی آموزش‌های ابتدایی رو ندیده. به هر حال اون میبینید که در نشست خبری به صراحت میاد میگه که کسی نباید با نظام در بیفته. این خط مشی است که در واقع این رو به خامنه این ضمانت رو دادن که اگر در واقع ما دیگه معلق بین زمین و آسمان نیستیم، ما در زمین کنار تو هستیم و با آسمان و مردم ایران و مطالبات اونها و کارهایی که شما میکنید هیچ سنخیت و نسبتی نداریم. بنابراین مرزهای ممیز و مشخص کننده اصلاح طلب و اصولگرا اصولا از بین رفته. شما دیگه نمیتونید تشخیص بدید که در این فضای سیاسی کدوم یکی از اینها اصلاح طلب قلم داد میشه، دیگری اصولگرا. تفاوت اساسا بین اینها دیگه به چشم نمیاد و قائله اصلاح طلبی در جمهوری اسلامی یا قائله اصلاح طلبی اسلامی به ازای در واقع توبه در ازای ماندن در قدرت فرو خوابید و فرو مرد. و در واقع برای مردم، اگر این اتفاق در دی ماه 96 افتاده بود، برای خود اصلاح طلبان و از نظر ساختار قدرت و هسته مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی با انتصاب پزشکیان به عنوان رئیس دولت، در واقع اصلاح طلبی در جمهوری اسلامی هم ممنونم از هر دوی شما. آتنا دائمی، فعال حقوق بشر، و جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، هر دو از کانادا.